بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خیر از دوست گرامی دکتر جعفر رفیع که نماد اخلاق بود و صفا و صمیمیت و در این بحث ها هم حاضر میشد. ما گفتگو کردیم در باب دو تا حق، حق اختلاف و حق اشتراک، و گفتیم که این دو حق از هم جدایی ناپذیرند. اگر بخواهی بگویی که حق اختلاف هست، حق اشتراک نیست، عملا حق اختلاف هم میشود نیست و بعد. حالا در جامعه های استبداد زده و نیز در جامعه های غرب هم میتونن که اینجا نیست، ولی نه به اون شدت. به اصطلاح قدرت برای اینکه حرف آخر رو بزند یک تأسیس ایجاد شده، اسم فصل الخطاب، و تو ایران که این الان حاکم است. مبنای این فصل الخطاب این است که اصل ماقا نیست، اینچه گفته شده نیست. همکنون هم شما در همین قدر نمیگویند که چی گفت، میگویند کی گفت. نماینده اکثریت گفت حرفش قبوله، نماینده اقلیت گفت ولو طلا اعتباره. الان آقای ترامپ رئیس جمهوره، فرمایش ایشون قبوله، فرمایش مخالف این آقا نقبوله. به جوری که الان همه این کشورهایی که این قرارداد بیان رو امضا کردن اینها میگن قرارداد معتبره، اون آقا به تنهایی گفت نامعتبره، به همم تحمیل کرد. این اصل منقاله. در دین خود ما هم، در فقه خود ما هم اصل ماقال نیست، اصل منقاله. فقه ما بر مبنای منقال شکل گرفته، محتوا پیدا کرده. محقق نمیره ببینه محتوای این سخن چیست، میگوید این رو امام آیا گفت یا نگفت. اگر گفت و ثابت شد که این حرف از امام هست، بیچونه چرا باید پذیرفت. با اینکه خود امام صادق فرمود مبنا ماقال است نه منقال، با این حال میگوید نه، اصل ما چون که برایت متقل فقید که مستند است به یک روایتی که تازه این روایت مثلا خبر واحد است، که بنابر اون اگر شما در مسائل روز امور مستحدث مشکلی پیدا کردید، سؤالی کرد پیدا کردید، از محدث روات حدیث ما بپرسید. و این چه دلالت دارد که این روات حدیث مثلا ولایت مطلق، اونم از دو مطلقه دارن بر جان و مال و ناموس مردم ندارد، ولی به همین به استناد همین روایت تو کشور ولایت مطلقه برقرار است. پس اون ماجه فصل الخطاب این اصل شدن منقاله. تو شفایاتون هست که حالا کم شده، ولی اونایی که دوره سابق اون دوره رونق کمونیستی و اینا یادشون هست، کافی بود که کسی بگوید مارکس گفت، انگلس گفت، لنین گفت. و همین تو پاریس بحث مفصل طولانی سر این که لنین گفت، بالاخره رفتیم قول لنین رو پیدا کردیم. معلوم شد که اون لنین میگوید که، یعنی عقیدش برای این است که در کشورهای زیر سلطه اصل برای حاکمیت ملی است، اون هدف مبارزه تحصیل حاکمیت ملی. حالا پیدا کردیم، آوردیم، تر کردیم و نماینده حزب توده گفت این نقل قوله، میگوید لنین، نمیگوید لنین گفت، میگوید که این فلانی گفت. گفتم آقا فلانی گفت بابت تصدیق و تایید سخن خودش، نظر خودش آورده، عنوان تایید آورده، و از اون که اون کسی در رفت. اینجوری منقال حاکم بود. اعلی حضرت فرمود، حالا تو کشور ما الان همینه، امام خمینی فرمود، حالا خلاف قرآن فرمود فرمایش ایشون معتبره، این آقای رهبر فرموده دیگه، فرمایش ایشون معتبره. و مبنا رو گذاشتن برای این که این آقا فصل الخطاب است، یعنی میگوین، در توجیهش هم میگوین، معناش این است که بحث ها رو شما میکنی، هرگاه به نتیجه نرسید نظری که ایشون میفرماین همه باید آجه اطاعت کنن. و حالا همین مبنا باطله، همین مبنا اگه ظاهرش سنجیده به نظر میرسد خوبیه، بلاخره که تا قیامت که نمیشه بحث کرد،
یه بحث ها شده یه کسی باید یه جنبندی کنه و بگه نظر من این است بقیه هم قبول کنم ظاهرش مقبول می نماد اما در واقع نه این عین فساده به لحاظ این که یک وقتی پای فصل کتاب آمد در میان از پیش معلوم شد اگر بحث ها به نتیجه نرسید یک کسی این اختیار دارد که بگوید این نست و آن نیست الان ارکان اداره کشور که میباید موضوع بحث های آزاد باشه از همون ابتدا این سانسور میشون چون یکیش همین آقای فصل خطاب است بشون هم تون راجع به او بحث کنیم وجود او از پیش پذیرفته شده شما بیایید بگید که آقا کشور فصل خطاب نمیخواد به جای فصل خطاب میذاریم مثلا اکثریت نمایندگان اگر رأی دادن بالاخره اینکه رأی پیدا نشود خیلی کم پیش میاد حالا اگر رأی پیدا نشد و اون به عمل نشود به آسمان که زمین نمیاد که ما یه مستبدی بپذیریم که ایشون فقط کارش این باشه که اگر بحث های ما به جایی نرسید ایشون نظر ایشون عمل بشود باید معناش اینه که از پیش ما پذیرفتیم رژیمی داشته باشیم که این آقا رکن اولشه ارکان دیگه هم لازم باید با این انتباه داشته باشه دیگه پس اینا از موضوع بحث خارج می شود خب از جمله چیزهایی که از موضوع بحث خارج می شود اختیارات و وظایف این آقای فصل خطابه یا خانم فصل خطابه چون اگه شما بخواید بگید که ایشون اختیاراتش محدوده دیگه فصل خطاب نیست پس ایشون خود به خود به معنای پذیرفتن ولایت مطلقه این آقاست مثلا منطق سوری سبب می شود که آدمی از یاد ببرد که این ظاهره حرف ظاهرن مقبول تن دادن به ولایت مطلقه آقای فصل خطاب است چون این اختیار لازم دارد تا بشه فصل خطاب دو وقتی شما می گویی که رأی نهایی رو ایشون می دهد و وقتی رأی داد شجاعی چونه چرا نمی ماند پس رأی ایشون قابل نقدم نمی شود حالا این آقا فرموده که کشور آماده جنگ کنی خب آدم عاقل تو که تا مدت ها می فرمودی که امریکا غلط نمی تواند بکند و چی نمی تواند بکند و جنگ نخواهد شد و بعدا نخواهد شد حالا میگه آماده جنگ کنی خب این فکر پیامت های حرفت کردی که این اقتصاد کشور چه وضعی پیدا می کنه سرمایه ها فرار می کنه قیمت ها بالا می ره نگرانی همه جانبه می شود نه کسی هم هر نداره یه انتقاد کنه که اون یکی آقای امام جمعه یه میگه که دیگه تمام فرمایش فرمودن تمام باید کشور آماده جهاد بشه یا آقای خمینی فرمودن هر جنگ تا وقتی از هم بهش گفتن که آقا این جنگ خطا صدام گفت تا من زندم که باید ادامه بدن دعا کنیم من بره ولی خب خودشون که همون زهر شکست و سرکش کسی را یارا این نشد که بگه آقا شما خطا میکنی جنگ ادامه میدی پس تو خطا میدی این نقد ناپذیری خطرناکترین است برای هر جامعه یک مقامی باشه که سخن او غیر قابل نقد و نقض باشه و ما دیدیم دوره رضاخان دیدیم پسر رضاخان دیدیم آقای خامنه‌ای رو دیدیم آقای خامنه‌ای رو میبینیم ببین چه بر سر این کشور بدبخت آمده بابت این فصل خطاب که این حرف آقایان رو نمیشود گفت که نشده بگن که آقا این بلکه غلط است گفتن که این سفیر فرانسه رفت پیش رضاخان رضاخان پرسید اگر جنگی پیش بیاد ارتش ایران چقدر میتونه مقاومت کنه اون سفیر فکر که باید واقعیت رو بگه گفت دو ساعت خیلی غضبناک شد و رو برگردون بعد به سفیر گفتن آقا شما این حرف آخو به این آدم میزنی این معلوم یه تعمل نمی کنی که حالا من رعایتش رو کردم اون دو ساعت هم نمی کنم حالا این سفیر فرانسه گفت اگر این مقام های ایرانی جرأت کرده بودن به این آدم حقیقت رو بگویم خب بس این آدم اون بازی به سر این کارکنان آلمانی در نمی آورد از ابتدا می رفت سر این که با اینا کنار بیارم می آقا مخواه اسلحه منتقل کنیم بفرمایید این را ما این به صلا کرایه رو بدید اصلا رو هم کنید که کشورم به اشغال بیگانه در نمی آمد که کی جرات کردی رو به ایشون نگه بشکرد تازه بعد از این که
اولتیماتوم دادن و اون قوا وارد کشور شد، هنوز جرات نمی‌کردن بریم بین آقا بگن آقا گشنه بی روس انگلیس وارد شدن به کشور. آقای نخست وزیر به آقای وزیر خارجه تلفن میکنه که فورا بیا بریم خدمتشون، چون به تنهایی جرات نمی‌کرده بره به اون طرف بگه که من و اینها دوی صبح دو سفیر آمدن ابلاغ کردن که ما قوای ما وارد خاک کشور شما شد. اینجوری مسئله، میخوام بگم که این توجه خوب بکنید که چقدر خطرناک است، چه با آدمی با خود، چه در یک جمعی یک کسی این مقام رو پیدا کنه که حرفش نقد ناپذیر باشه. به این دلیل است که امام صادق میگفت ما رو نقد کنید. حالا به حرفو گوش دادم؟ نه. ای شما جرأت رو دارم میگم مناسبت دیگه جرأت دارم. در تهران روزهای اول تدریس میکردم این برنامه حکومت ملی رو در دانشگاه صنعتی و جمعیت 34000 نفری که میامده اونجا. یک کسی سوال کرد، گفت که علی ابن ابی طالب فرموده زنان به سه دلیل ناقصن. من گفتم به این که از من جواب خواست. گفتم اولا که این امام شوهر فاطمه زهرا بود، اونم زن بود و چون اون شوهری در حق همچه همسری چون این سخنی رو نمیگوید. این حرف مال یونانی هاست، مال علی ابن ابی طالب نیست. حالا فرض گیریم گفته، خدا که نگفته که، تازه اگر هم خدا گفته ما بلامون بر این است که چون حق از خدا میگوید، نه چون خدا میگوید حق است که هر کسی نتونه بیا مدعی بشه که بگه خدا گفت. آقا ایشون یه نظر اظهار کرده، من نه قبول ندارم. دیدیم ایزن این آقای نوه آمد که آقا شما رو میخواد، یعنی آقای خمینی. رفتیم اونجا و برد منه توی اتاق کوچیک. آقا این چه حرفی بوده شما زدیم؟ گفتم کدوم حرف؟ گفتی که علی گفته من قبول ندارم. گفتم که اولا خلاف گفتم، خلاف شهری چیزی گفتم. گفت نه، ولی اینجا کشور امیرالمومنین علیه، اینجا نمیشه این حرفا رو زد. نجف قوقا شده. گفتم آو اینا هنوز نرسیده زیر ولایت علی دادن. قوم نمیدونم چی شده. گفتم آقا ما انقلاب کردیم برای اینکه این جامعه دین رو از غیر دین تمیز بده، اصل ماقال بشود نه ننقال. هر دروغی را به این ائمه نسبت میدن بابت اون این پدری ملت در آوردن تا یه قرون. یه جرأت و شهامت میخواد، ولی خود نشد دیگه، نشد. چون این آقا خودش هم احتیاج داشت که بگوین امام فرمود، ولی نمیشد. سه، خب خود این اصل الخطاب مانع از بکار بردن اصل اختلاف و اصل اشتراک است. چون وقتی شما متوقف کردی بحث رو و این آقا گفت بحث تمام و حالا من میگویم این دیگه، اون نه اصل اختلاف بکار میاد، چون این آقا بی نقص کرده دیگه اون حق رو، نه به اشتراکی رسیدی. از هر دو حق اختلاف و حق اشتراک چی شد؟ باطل، باطل. پس این که شما در جمع ها یه وقت از یک کسی مخالف خانی میکنید. گفت ایشون در شهرشون آقای آشتیانی بود که الان هم هست تو تهران استاد دانشگاه است، در شهر هایدلبرگ این کنگره کنفدراسیون تشکیل شده بود. گفت من الان یک کاری میکنم که تا شب این کنگره رو منتر میکنم، یه بحثی میندازم، حرفی میندازم تو دهنها، این میگه این و اون میگه اون و اون میگه اون، یه مخالف خانی میکنم تا شب اینا مشغول میشم، به هیچ کار دیگه نمیرسم. همین کارم کردم. هنر و تنها نیست، در قالب جمعها این پیش میاد که یه کسی مخالف خانی میکن. حالا هی بگو یه حرفی میکن. خب این معناش اینه که جلو حق اشتراک، حق اشتراک گرفته میشه، نه در جمع از راه نقد به نتیجه برسه. ولی جهد دیگه، یکی میگه اینجورو، ولی های شما بگو آقا نه اینجور نیست، اونجور میگه نه من میگم این حق اختلاف و حق اشتراک به نقده. این دوتا با هم ربط پیدا میکنه. نقدم یعنی که سره رو به تشخیص بدی، ناسره رو هم تشخیص بدی، راه حل این که ناسره رو سره بکنی هم بگویی به طوری که ناسره بشه سره. این میشه نه. اگر اینجور نشد یعنی مخالف خانیه. مخالف خانی هم از مصداق برای همین فصل خطابه.
اون طرف میخواد قول خودش به کرسی بنشونه یا نگذاره قرض دیگری پیش بره. این دوتا رو خوب گفتم که توجه بکنید. حالا اگر چنین نبود، یک زنی به اصطلاح رشدش در گلوی این است که این دوتا حق رو با هم به کار ببره از راه نقد. نقد برداری هیچی نیست، در نمیتونی شما به اشتراک برسید، چون نه حق اختلاف معلوم میشه نه حق اشتراک. خب و چهارم، در کشورهایی که این مقام فصل الخطاب وجود داره یا در جمعایی فصل الخطاب وجود داره، اتفاق آرا سوریست، اختلاف آرا و تشدد این واقعیست. تا وقتی طرف قدرت هست میپوشونه، آدمی نمیدونه که میگن فکر میکنن میگن حزب سوسیالیست دولت در اختیار داره، همچی که قدرت میده یه دفعه میده پاشید. اونجا الان میبینه دیگه تو همین فرانسه اون حزبی که حکومت میکرد حالا 5%، بقیه کجا رفتن؟ گروه 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 شدن 32 تا میگفت نامزد لیست نامزد برای مجلس یارو این شده. این اون پوشونده میپوشونه، وقتی اون رفت کنار واقعیت خودش نشون میده. همینجوری در استبدادها تا اون هست اون مشاهده نمیشه که این چه برای سر آورده، همچه که میره زبان ها باز میشه معلوم که اون چه بلایی سر کشور آمده. اینکه ظاهر آدم مثلا میگن این رژیم ولایت مطلقه فقیه، حالا که دیگه این گندش در آمده، یعنی اینقدر پراکنده گویی و پریشان کاری واضح شده که نمیشه گفت که این یه نظامی است که مثلا یک پارچه است، یک فصل الخطاب یک نظمی بخشیده به این رژیم، نه آشکاره این پراکندگی. حالا فرض کنیم که نه این پوشونده بود، خب واقعیت که سرجاش بوده که حالا این که میره اون آدم به هم پاشید. این که میشنیدید که وقتی این مستبدها میمیرن اوضاع هم میپاشه و مثلا ایران چندین بار اینجوری پیش آمده دیگه، مثلا طرف تا ولی عهد نیاد و در تهران مستقر نمیشد نمیگفتن شاه مرده که اوضاع به هم نپاشه، چون واقعیت این بود دیگه تمام اون دستگاه حاکم این اشتراک و اینا که دفتو کار نبود، تشدد و اختلاف بود. اصلا فلسفه استبداد این هست، استبداد یعنی بی‌نظمی به خلاف اون چی که به عقول مردم باورندن خیال میکنن که زور نظم میآورد. همین الان تو ایران همین تفریق میکنن و میگن ما کشوری هستیم که امنیت و نظم داریم، حالی که بی نظم‌تر از هر جای دنیا و ناامن‌تر از هر جای این کشور ماست. به لحاظ این که در خود رژیم کسی امنیت به معنای درست واقعی که نداره، نظمم که قربانش برن هر گوشش یه ساز بیزنه. همین دیروز خواندم که این آقای دادستان کل فرمودن تا وقتی ما تصمیم نگرفتیم زودتر این ماجرای چیزی مجازی را یعنی سانسور این انترنت اینا رو انجام بدید اگر ما خب به تو چه مربوط؟ اون آقا آمده یکی کرده دادستان، حرف اولی که این آقای دادستان تهران گفته این سانسوره باید کرد، میگه در این دنیای مجازی نباید رژیم زیر بار نظام زیر بار زیر سوال بره. و ببینید که این آقا تو چی داره برایتی؟ آقای سردار سلیمانی برمیداره خشت و شعبی میبره خوزستان، رئیس جمهور سوریه میاره تهران، بی نظمی شاکتون داره عبدالرون بی نظمی کامله. استداد اینه چون نظم پیدا کنید مانداج بالاتر نیست. این در استقرار حقوق و این که رابطه ها رو حقوق تنظیم میکنه نظم پدید میاد. نظم مال استقلال و آزادی است. هیچ استبدادی در این جهان نبوده که نظم برقرار کرده، ولی مال این روس‌ها رو ببینیم، امپراتوری هم بودن دیگه، همچه که فرو پاشید منفعه عجب بی نظمی بوده، چه مافیاهایی در دل این دو رژیم کمونیستی پرورده شده بودن و چقدر این تو این درون این آشفته بوده، پوشش داشته، سانسور مافی سانسور میگوشونه. خب این است که به اصطلاح دو نفر از فیلسوفان معاصر اروپایی، یکیش امریکایی رالف، یکیش اروپایی هاورماس، اینا میگویند که اون چی که به اصطلاح میشود بهش حقوق نامید و
مقتضای عدالت است اجماع، اونم از برای بحث باید بشید. راز میگوید که صاحبان اون دین های مختلف رو اگر شما یک چیزی پیشنهاد کردی که همگان به او پیوستند، اون میتونه مطمئن باشه که این به عدالت نزدیکتره. حالا یکی هم میگوید که از راه ارتباط افکار عقول با اون به اصطلاح به کار بردن اصول پنجگانه میشه جامعه به اجماع برسه. اما ما میدونیم که یه نوع از اجماع نزدیک به اجماع هم وجود داره، اون رو فکر جمعی جبار ایجاد میکنه. مثلا آقای بوش پسر میخواست به عراق حمله کنه و بالای 80% جامعه امریکایی زیر تبلیغات و دروغ قبول کرد که این چاره غیر از این نیست، باید حمله بشه. در قطع جمعی جبار هم میتونه اجماع ایجاد کنه. این است که باید مراقبت کرد که این دوتا حق همیشه رعایت بشود. اگر نشود، این حق اختلاف و حق اشتراک میدان باز میشود برای اون فصل خطاب با خطرهایی که توضیح دادم و این فکرهای جمعی جبار. مثلا الان این مد توی این دنیا فکر جمعی جبار دیگه ایجاد میکنه، همه از ببینید که از شهر تا غرب این مجبور چیزی یا بپوشه یا بخوره یا بزکی رو بکنه. دلیل اینکه موده بحثی شده راجبش، خیر مخالف و موافق حرفی زدن نه کسی هم نمیپرسه این کی مدتر، میگه مد شده. یا یه فکری مد میشه، یه وقت میدید چپ مد شد، همه میشن چپ. کسی نمیپرسه آخر این به چه دلیل شما چپ شدید؟ تو احمدن اون وقت بعد جنگ این صدا چپ مد شده بود، حزب توده هم تو احمدان شعبه زده بود و بعضی از این خانه های مالکه این هم رفته دن اسمیسی کرده بودن. پدرم پرسیده بود از اونا، از یکیشون گفته بود که به صدا جز مالکین نسبتا بزرگ بود و پدرم گفته بود تو دیگه چرا؟ گفته بود این که به من سفیر چی اون یارو کنسول انگلیس گفته شما برو اونجا از کنید در داخل اینا رو به هم بریز. بعضی هاشون هم که جوانتر بودن اینا به اونا گفت خب تو شما چرا؟ همه شدن تو دهی ما رو گفتیم ما هم بریم بشیم تو دهی، شاید از این را بهتر بتونیم منافع بونه حفظ کنیم. اینجوری این فکر جمعی جباره. یا یه دفعه شوق میفته که جهانی شدن، حالا طرف نمیدونه جهانی، حالا اون که مال همزن که گفتن مثلا طرف جمع میکردن میتین میدادن موضوع میتین فرض کنیم تو میتین شعارها میدادن مرد بر فرانکو، من یادم اینه که مرد بر فرانکو بود. بعد میپرسید آقا این فرانکو که میگی مرد بر فرانکو یعنی چی؟ خب نمیدونست که این اصلا آدم غیر آدمه، چیه؟ اون میگفت این هم میگفت شد به جوری که آقای خمینی به من میگفت که آقا این هی شما میگی مردم عقل نداره، هرکی شعار بدهد اونا میگن الله باید. ولی همین آدم بود که میگفت رای برای مردم هست و میزان برای مردم هست. بله بسر اینم بحث کردیم، بالاخره جذاب کردیم، من اینکه قبول کردیم فرمایششون. ولی این مسئله در جامعه های بشری هست، فکر جمعی جبار قبلا بحث کردیم، الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی همینقدر دارم عرض میکنم که این در جهان ما این فکر جمعی جبار از خطرناکترینه. در حال حاضر راست افراطی مد شده، طرف آمده در امریکا شده رئیس جمهور، اون که در برزیل شده رئیس جمهور، اصلا میگه چی گفته زن رو برد چیزن برابره، اون مال برزیل که گفته که من چند تا بسر دارم، یه مثل که یه اتفاق بد طبیعی هم سبب شد یه دخترم بزرگم مد شد. و الان این در همین فرانسه تو این سنجش های افکار عمومی این راست افراطی رای اول داره. ما که آمدیم به فرانسه 1% رای داشت. یه مقدارش نتیجه این است که روابط رو قدرت از پیش تنظیم میکنه و این راست افراطی نمایندگی میکنه از این تنظیم رابطه ها توسط قدرت. یه قسمت دیگرش هم ماره این فکر جمعی جبار که میگه آقا این گفت که اون سرمایه‌داری هزینه سنگینی کرده، گفت پول زیادی جمع کردن و اینا گذاشتن که ما میباید دیگه اون دوره دفاعی را ازش یه دفعه میبحث کردیم، باید که حالا تهاجمی عمل کنیم.
پس این از بال از پایین به بالا بود اعتراضات، تغییر جهت دادن از بالا به پایین. راست افراطی هم یعنی نمیگه که اون بالا تاثیر داره، میگه اون پایین تره تاثیر داره. تو پایین تره کیه؟ اینا که مهاجرت میکنن بیان به اروپا، ما بیاییم اینا رو بیرون میکنیم، دیگه بیکاری نداری و مشکلات دیگه هم نداری، کمبود کسر بودجه بیمه های اجتماعی نداری و برکسی های دیگه هم نداری، درست اینجا دیگه. حالا اگه آقای ترامپ هم میده ببین من این رشد بیکاری آوردم به 3.6، 50 ساله به این پایین نیامده، پس من راست میگم. این میشه فکر جمعی جبار، راست نمیگه البته، حالا اون بس نمیخواییم مبارد بشیم. خب با این توضیحات که ما عرض شد در این چند جلسه، اهمیت این دوتا حق برای اینکه جامعه مستقل و آزاد داشته باشیم آشکار شد، و برای اینکه گرفتار پس در خطاب فکر جمعی جبار نشیم، حالا میدانیم که در جامعه باید مراقبت کرد که این دوتا حق با هم عمل کنیم. در متاسفانه در دنیای امروز ما این دوتا حق با هم عمل نمی کنه. در کشورهای استبداد زاده که اصلا هیچ کدوم عمل نمی کنه، در این کشورهای غرب در حال حاضر اون حق اختلاف بیشتر بهش عمل میشه، حق اشتراک کمتر. یک زمانی بود که وارونه بود، اون وقت دو در حزب گنده امور تصدی میکردن، حالا پراکندگی بیشتر شده، نتیجه اون حق اشتراک کمتر، یعنی بحثا نمیرسه به اونجا که به اشتراک برسن. بقید همین چپ میتونستن بین خودشون بحث آزاد بگذارن و به اشتراک برسن، نکردن این کارو، حاضر هم نشدن. شدیدم اخیراً این آقای ماده انسومی کیه به مثلا ملانشون اون رو پیشنهاد کرده که مثلا همچه کاری بکنن، ولی هر کس که نکردن، راستار هم این کار نکردن، هم کرده بودن این نوبت به آقای مکرون نمیرسید که از اون هیچ کجا آباد تشریف بیاره برسه به ریاست جمهوری. ایشون معاون معاون نمیدونم چی فلان مقام در کاخ الیزه وارد شد، بعد مدت کمی شد وزیر، بعدم شد رئیس جمهور بدون حزبی بدون هیچی. این نتیجه اون فروپاشی است دو طرف. مثلا حق اختلاف خیلی عمل کرده، حق اشتراک نه. حالا تو دوران قبل از انقلاب هم چپ هم همین گرفتاری پیدا کرد و چپه این اسمش هم گذاشته بودن تضاد مالی مایه رشد است. ده هر روز این چی که اون میزد اختلاف نه، یه بیانیه میزد یه بیانیه، و هر دو هم میگفتن تضاد عامل رشد، عامل رشد شده این که سرنوشت پیدا کردن. حالا میرسیم به وجدان، وجدان جمعی. وقتی رکنی از مردم سالاری شورایی میشود، خب برای اینکه وجدان جمعی وقتی که این حق اشتراک خوب عمل نکنه، یکی از دو حق یا حق اختلاف خوب عمل نکنه، این دو تا با هم عمل نکنن، وجدان اولین اثرش در وجدان جمعی نمایان میشه، وجدان جامعه، شعور جمعی. اون دوچار اگر وجدان این دو تا اشتراکه عمل نکنه، اختلاف عمل کنه، حق اختلاف عمل کنه، دوچار تشتت میشه. وجدان همگانی که بگه اینجور عمل کن اونجور عمل نکن، این را رو برو اون را رو به هم، جامعه رو به هم اتصال بده، بشه جنبش همگانی که انقلاب ایران شد، این پدید نمیاد. و تا وقتی پدید نیاد رژیم استبدادی خیال شاهده. حالا هی صحبت میشه که بدی نمیدونم که اپوزیسیون با هم سازگاری ندارد، یه حرف پدر هواست. اصل قضیه این است که جامعه ایرانی امروز وجدان جمعی پیدا نکرده. اون وجدان جمعی را هم هرگاه بنابر استقرار مردم سالاری باشه، باید به ارکان اون مردم سالاری وجدان پیدا کنه و به حقوق، که می شود این حقوق پنجگانه. اگر این حقوق پنجگانه و قانون اساسی که ما بر پایه این حقوق پنجگانه به جامعه ایرانی و به جامعه جهانی پیشنهاد کردیم وجدان همگانی بشود، در جا اون جامعه بدیل رو هم اگر هست قوت بهش میده، اگر نه ایجاد میکنه. برای اینکه شما اهمیت این مسئله رو توجه بکنید، در بیرون ایران
بهار عربی شد. یه جنبه شد که این نمیخواهمش، آقای مثلا مبارکه نمیخواهم، ارحل برو، این معلوم بود. نتیجه هم دارم. حالا چی میخواهی؟ یه وجدانه بود اونای که تو میدان بودن دموکراسی میخواستن. نه اینکه ممکنه یه نه تنها کافی باشه، کافی نیست. جامعه به حرکت در نمیاد اگر نداند اون چه که میخواهد چیست. اما این باید وجدان همگانی بشه. اگر وجدان همگانی نشد میشه کودتا کرد. تازه وجدان همگانی هم شد اونجاست که بدیل اهمیت پیدا میکنه. اگر بدیل در خور خودش نداشت مثل انقلاب ایران میشود. یعنی باز امکان استبداد پدید میاد. اینه که وجدان همگانی ضروره. اگر این وجدان شفاف باشه، مثلا به همین حقوقی که گفتیم اینها رو بپذیره و بهش عمل بکند، عمل دستور عمل هم بدهد، وجدان اخلاقی هم مراقبت بکند که شهروندان به حقوقشون عمل بکنند، اونجا بعد خطر تقریبا میل میکنه به صفر. برای اینکه جامعه میدونه که حقوقمند به حقوقش هم عمل میکنه، تسلیم دولت استبدادی نمیشود. بازسازی استبداد مشکل میشود. اونجا بدیل متناسب با اون حقوق و توانا به عمل با این قانون اساسی برهای اون حقوق میتونه واقعیت پیدا کنه. پس اول مسئله محتوای وجدان همگانی است که چی باشه. وجدان همگانی پذیرفت که آقا ما یه استبداد میخواییم، نه از نوع آخوندیش، مثلا از نوع رضاخانیش. خیلی هم دارن زور میزنن اینو بلکه بکنن وجدان همگانی مردم ایران. که این معنیش این است که اون وجدان اخلاقی که قربان شدم هم مواد چرکین توشه، وجدان علمی به کلی از کار افتاده. چون به جامعه نمیده از نواز علمی توضیح باید به داخل که این جامعه یک معرفت علمی پیدا کنه به رشد، به آینده، به این جامعه اگر به جای حقوق قدرت تنظیم کنند این رابطه رو میزانه ایرانی چقدر افزایش پیدا میکنه، نیروهای محلکه چقدر مثلا تحریف میشه، استعدادها چگونه این کشور رو همه آقای بیابان شد ایران دیده. اگر این وجدان علمی عمل کرده بود چرا ایران بیابان میشد؟ نکرده دیگه. اقتصاددانش نگفته به این کشور که این اقتصاد مصرف محور چه بر سر ایران میآورد. دانشمند زمین شناسش به این خاک شناسش، آب شناسش، نمیدونم فقط زیست شناسش به این جامعه نگفته که بیابان شدن یعنی چه و چگونه این خاک بیابان میشه. در سوئیس که رفتیم برای اون سخنرانی در گروه 44، یک استاد خاک شناس گفت که ایشون در هند هم مشاور بوده. یه روزی نهرو نخست وزیر هند به او میگوید، این به اون نخست وزیر هند میگه آقا این برنامه کشاورزی که تو داری اجرا میکنی سبب میشه این خاک پوک میشه. خاک ترکیب لازم داره، ترکیب جامعه میخواد تا این آب که باران که میاد یا آبی که شما بهش میدی این بتونه نگه داره. اگر نتونه نگه داره این آب این رو میشویه میبره، این چیز هم که داره هم میبره. اون میگه به خانم نهرو به من گفت که شما به اندازه خانم گاندی ها، خانم گاندی دختر ده، به من گفت شما به اندازه کافی ما از تعلیمات شما مستفید شدیم. دوله استعمار انگلیس میگفت حالا بگذاری خودمون تدبیر کار کنمون. حالا خاک اون کشور داره گوک میشود و میشه این آقای استاد درست گفته بوده، ایشون باید توجه بکرد. با کشور ما هم همینه. حالا ما اون استاد سویسی نداشتیم ولی خدا بیامون تن دوست من مرتب این رو میگفت که گوش میدم گوشتا در بود. این است که این ستا وجدان این ما مثلا اصل دوبار دارم میگم که اینها تغذیه میکنن وجدان همگانی رو. مثل ستا رود فرض کنید که وارد میشون توی یک دریایی که اسمش هست وجدان همگانی. اون ستا کدام هست؟ یکی وجدان اخلاقیه، یکی وجدان تاریخیه، یکی هم وجدان علمیه. وجدان تاریخی حقوق رو وارد میکنه
وجدان همگانی میگه مراقبت بکن این به اصطلاح چیزایی که خلاف این حقوق هستن رو به خودت راه نده. وجدان همگانی میگه چون این وجدان همگانی خیلی زود میشه چرکین میشه و عموما کشورهای زیر سلطه اینجوری میرن زیر سلطه. شما فکر کنید که این فلسطینی ها چجوری پذیرفتن که اون واحد ها بیان اونجا و زمین بخرن و مستقل بشن و اینا رو به این روز بدبخت بیندازن. این مال اون چرکین شدن وجدان همگانیشون بوده. وجدان تاریخی تجربه های تاریخ رو منتقل میکنه به وجدان همگانی، میگه حواست جمع کن، این عمل این رابطه میدهد این نتیجه. یک کشوری به قول قائم مقام فراهانی گفت که پدریشا پرسید که با مثلا جلسه مشورتی ترتیب داده بود که با روسا باید جنگید یا نباید جنگید. خب نوبت به قائم مقام رسید، گفتن شما هم نظر تو بده. گفت خب ما چقدر دولت ما درآمد داره؟ گفت من 6 گروه. دولت روسیه چقدر داره؟ 60 گروه. گفت خب این کشوری که 6 گروه درآمد دولتش هست با دولتی که 60 گروه نمی جنگه. عقل اقتضاش این است که این دو دفعه شر کنه، نذاره این بهش تجاوز کنه. اما وارد جنگ شدی دیگه عواقب داره، عواقبش همون ترکمنچای بود. خب اون وجدان تاریخی هزار بار این بلا سر ایران آمده بود که اولش که نبود. ایران حمله عرب رو دیده بود، حمله مغول رو دیده بود، حمله اسکندر رو دیده بود، کم که ندیده بود که. این آخرا عثمانی رو، حمله های عثمانی رو به خود دیده بود. تمام این قسمت های کرد نشین که ایرانی هستن، اینا عثمانی ها ایران جدا کردن و همین ها رو دیده. پس چجوری ایرانی هنوز باز اونجا میشینن در حضور شاه؟ خب حالا چی گفتن اینجا؟ فصل خطاب گفت خیر، من باید حساب با این روسا بزنم تمام کنم، امر بر جنگ شد. مثل این آقای فصل خطاب والا میفرماید که آماده جنگ شد. حالا آقا خصیص هم تشریف داره، حاضر نیست هزینه هم بده، مکاتبات موجوده دیگه. اون عباس موزا می نالد که آقا پول، آقا جنگ خرج داره، نمیدون یا از محل تأمین کنید. آخو محل لخت او رو مردم لخت رو از چی تأمین کنن؟ خب اینجا اون تاریخ نه وجدان تاریخی عمل نکرده. یک نفر اونجا اون وجدان تاریخی رو متذکر شده، بقیه اون متملقان حضور گفته بود که حالا داشتن اونجا در حضور اون شاه میگفته که اگر شمشیرمو بکشم اون متولدان گردن رو قربان نکنه که اینجا بگیرن دنیا کنفره کن میشه، نکنه شمشیرات خلاف بکشید. اداها با این بازی ها این آدم رو انداختن به جنگ، برو نایب سلطنه بیچاره هم مجبور کرد که برو جنگ کن. این اهمیت وجدان تاریخی اینه. ما چند بار این دستگاه دینی حاکم شده بر دولت در همین کشور، این امر واقع مستمره. قبل از اسلام دولت بردیا رو دارید، البته میگن نخستین سوسیالیسم جهان در جهان در ایران برقرار شد، اون آقا برقرار کرد. ولی خب شد این شاهنشاهی که کودتای این آقای داریوش هخامنشی باشد و اونو برن. بعد ماجرای مزدک دارید، این ادامه پیدا میکنه، میشه سربدارا ادامه ببخشید. بعد دولت ساسانی رو دارید که اینا دستگاه چیزی بودند، روحانی بودند. بعد از اسلام دارید سربداران، بعد دارید دولت صفوی. خب این همه تجربه کافی نبود. خب ما القرار همین بود که این آقا برود قم دیگه، به اصطلاح روحانیت در دولت دخالت نکنند، چون بعد این بود که این وجدان تاریخی میگوید که فساد به بار میاره، هم دین رو فاسد میکنه، هم دولت و هم بنیاد دینی، هم این روحانیت. خب چی شد که اینجور شد؟ وجدان تاریخی جامعه ما عمل نکرده و اون وجدان همگانی تجربه های تاریخ نقد جلو چشمش نبوده. وایسه بگه نه نه، قرار بر دولت دینی نیست. حالا اون که آقای منتظری گفته بود مکاتباتی میشد برایشون آواسته ما دولت دینی میخواستیم، شد دین دولتی. خب آقا شما اشتباه میکردید، دولت دینی ناممکنه، بلکه دولت قدرته،
دین رو وسیله میکنه برای توجیه خودش، یعنی از خود بیگانه میکنه که کرده. این هم مال وجدان تاریخی و وجدان علمی رو هم توضیح دادم. جامعه همه نمیدن دکتر و مهندس بشوند، او در جامعه آرمانی ممکنه همه مجتهد، یعنی همه در علوم مختلف بشوند صاحب نظر، اما حالا اونجا که ما نیستیم که. ولی این وجدان، کسانی که وجدان علمی رو تصدی میکنن، اینا عمل کردشون ها، کارکرد اجتماعیشون، مثلا فونکسیون اجتماعیشون این باید باشد که سطح علمی جامعه بالا بیاد، به طوری که علم و فهم در زندگی مردم نقش پیدا کنه. اگر نکردن این نقش رو، به جاش از استفاده کردن از علم و فهم برای سواری بر مردم که میگن این جامعه های زیر سلطه این بدبختی رو دارن، دانشمندانشون به جایی که دانش و فهم رو به کار ببرند که سطح علمی جامعه بالا بیاد، دیدش علمی پیدا کنن، در زندگی روش علمی پیدا کنن، اینها به جا چیکار میکنن؟ اینو وسیله میکنن برای سواری بر مردم. این همین قبلی ها میگن دیگه، اگر فرق ما، روشنفکران ما با اون دنیای زیر سلطه این است که ما چند قرن کتک خوردیم و توسری خوردیم و ایستادیم، منتقل کردیم دانش به جامعه، بنابراین استبداد بیمحل کردیم. در اون جامعه ها نه، و عکس، اونا تا فرصت پیدا کردن سوار شدن بر مردم، شدن مستفید اینا. پس این ستا وجدان اگر درست عمل بکند، وجدان همگانی، این توانایی پیدا میکنه که به اصطلاح جامعه رو راه ببرد به جامعه برخوردار حتی از دموکراسی پیشرفته شورایی. پس این هم نقش این ستا وجدان. در گفتگوی بعدی توضیح خواهیم داد که آفت بزرگ این وجدان همگانی، یکی این فکر جمعی جباره، یکی همین فصل کتابیست که الان توضیح دادیم. اینا آفت هست. فرض کنیم که اون ستا وجدان کار خودشون انجام بدن، این وجدان همگانی رو سیراب بکنن و این شفاف و روشن هم باشه و جامعه رو نگذاره که مثلا این از حقوق خودشون غافل بشون، اما خطر اون فکر جمعی جبار همیشه وجود داره، چون تنها در درون مرزها نیست، در بیرون مرزها هم میشه فکر جمعی جبار ایجاد کرد و القا کرد. الان بخش مهمی از فکرهای جمعی جبار که به بقیه دنیا القا میشه از کجا میاد؟ از قلب میاد دیگه. یه دفعه اسلام حراسی رو بود میکنه مسئله تو دنیا، مثل که اصلا دنیا هیچ بلایی بدتر از این اسلام نداره، هر جور از یه روز کمونیسم میکنه چیز جمعی جبار، هر روز به مناسبتی دیگه. این است که مثل یک مزرعه میمونه، مثل یک درخت میمونه، بهتر بگیم مزرعه بیشتر از یه درخت، این چون ستا چیز که توش باید باشه، علم و تاریخ و تجربه های تاریخ و اخلاق، این باید دائم بهش مراقبت کنه که این همیشه سرسبز بمانه وجدان همگانی. اگر خدای نکرده این نشود، گرفتار ابهام میشه، چرکین میشه، مواد چرکین پیدا میکنه. یه وقت ببینیم مردم کشوری میرن مثلا اعدام میکنن، او جمعیت بزرگ میره تماشا، ای بابا، یا موافق میشه وقت که راحت خشونت یا زوره، یعنی وجدان همگانی چرکین شده. خب این بحث امروز ما، امیدوارم به این که برای این جمع و اونهایی که شنیدن این کارایی داشته باشد، به لحاظ اهمیت توجه به حق، حقوقی که انسان ذاتی حیات انسانه، که یکی دو تا از این حقا بودی و بحث ما بود، حق اختلاف و حق اشترار، و اهمیت وجدان ها، وجدان ملی عمومی، وجدان اخلاقی، وجدان تاریخی و وجدان علمی. این بحث رو در گفتگو آینده